سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، اسم من آنا هستش، در خدمتون هستم که در مورد دانش کابالا صحبت بکنم. کابالا دانشیه که اگه اونو بتونیم یادش بگیریم و درکش کنیم، دنیا رو قشنگتر، زیباتر و بهتر میبینیم. پس من وظیفه تونستم که این دانش رو پخشش کنم تو تمام دنیا که تمام دنیا بتونن از این دانش استفاده کنن. ولی من در مورد روح صحبت میکنم، خوراک روح که چجوری تقویتش کنیم که بدونیم کجا قرار گرفتیم و سلطه بیشتری داشته باشیم روی دنیا، روی مشکلات زندگی و روی خانواده و روی همه چی. کابالا کاری به دین نداره، فقط کسایی هستن که در جستجوی خودشناسی هستن که برای چی به دنیا اومدن، کجا میرن، هدف از زندگی چیه، این همه مشکلات چیه. پس کابالا کمک میکنه به این سوالها جواب بده. 3 روز کنفرانس کابالا هست که از تمام دنیا اومدن، نزدیک به 10,000 نفر آدم هستن که خخمات کابالا چه کمکی بهت کرده و چه تغییری تو زندگی ایجاد شده. درباره حکمت کابالا میشه خیلی صحبت کرد، خیلی، ولی تغییری که در زندگی من داده، با شوهرم البته در حدود 12 سال پیش ما وارد کابالا شدیم به بنی باروخ، و تغییر بسیاری در زندگی ما داده. اول اینکه طرز دید ما به طرز فکر ما نسبت به دنیا و نسبت به هم نوعانمون بسیار تغییر کرده، و میتونم بگم که نه پولدارتر شدیم، نه در تغییرات زندگی گشمی، یعنی مادی نیست زیاد، ولی در روحانیت خیلی خیلی. نظرمون نسبت به دنیا، نسبت به هم نوعانمون، نسبت به دوستانمون خیلی عوض شده. زندگی از دید دیگری میبینیم. من میدونم که کابالا یه گنجینه گران قیمته که در دسترس همه هست و همه میتونن بدون هیچ همه میتونن از این استفاده کنن. اول در دسترس همه قرار داره دین، از کودکی، از بچه های کوچک، از بزرگ سالان، همه میتونن از این گنجینه بی نهایت گران مایه و گران قدر استفاده کنند و دنیای حقیقی را کشف کنم و به بی نهایت برسم. میخوام بدونم دنیای حقیقی شما در موردش چی فکر میکنید و چه نظری دارین؟ دنیای حقیقی من فکر میکنم اون موقعی که برسه همه با هم توافق داشته باشیم، هم نوپرست باشیم، از منیت صرف نظر کنیم، به خودمون زیاد فکر نکنیم، به خودمون، فکر دوستان و فکر تمام هم نوعان خودمون باشیم. اون موقع میشد که به روحانیت رسیدیم، به قدرت والایی کشف کردیم. چیزی دیگه میخواستم بگم که شعری هست از مولانا که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تمام مردم دنیا عضو یک بدن هستند، وقتی که یکی اشکال داشته باشه یه نفر و بیقرار باشه، رو هم تمام دنیا اثر میذاره. پس ما باید هم به نوعانم، به هم نوعمون با هم پیوسته باشیم، هم فکر باشیم، یکی باشیم، اون وقت میتونیم دنیا رو به دنیا، تمام دنیا کمک کنیم و همه به مرحله روحانی برسیم. انتشار علم کابالا بر تمام دنیا که بتونیم برای تمام دنیا دنیای بهتری داشته باشیم، دنیایی که همه با هم هم بست و یکی هم و همه بتونن لذت ببرن از این دنیا.
او یکیست و جز او نیست. خدا یکیست و جز او نیست. سهیلا جان نظر تو بگو. من خیلی سال در کبالا هستم و کبالا میخونم. به نظر من کبالا یکی از علمای طبیعته که باید هر کسی بدونه که کجا زندگی میکنه و چیزی که خیلی برای من جالبه که هر دفعه که من کبالا میخونم با این راو عزیزمون، با این گروهی که با همدیگه هستیم و بزرگ میشیم از نظر علمی، از نظر احساسی، از نظر کار داخلی که آدم در وجودش میکنه، یک مسئله که یک کاریه که نمیشه اینو زیاد توضیح بده آدم، بیشتر که بعد اینو احساس بکنه و این احساس یک چیزیه که به وجود میاد به مرور زمان و با مردمی که باشون در تماسی و با مردمی که روشون با همدیگه رو همدیگه کار داخلی میکنن احساسی که میتونه آدم از اونجا بزرگ بشه. خیلی آدم مشکل داره از وقتی که به دنیا میاد تا وقتی که بزرگ میشه، ولی کبالا کمک میکنه که آدم بفهمه که واقعا این مشکلا برای چی به وجود میان و اصلا منظور این مشکلا چیه. وقتی آدم بدونه این قدرت طبیعت و این همه اینا رو بدونه، براش خیلی زندگی بازتر میشه، واضح‌تر میشه، خیلی چیزا رو آدم میتونه بیشتر قبول بکنه، خیلی چیزا رو آدم میتونه بیشتر توجه بهشون بکنه و حل بکنه. و به نظر من یه چیزیه که همه باید بدونن و یه چیزی که الان اگرم یه چیزی که اصلا داره باز میشه تو دنیا، یه چیزی که اگرم هیچ کس نخواد بدونه نیست، همه بالاخره میدونن و همه بالاخره میفهمن که این یه چیز اینتگراله، این یه چیزیه که عمومیه و همه هستن. بی خودی ما نیومدیم اینجا تو کره زمین رو بریم، این یه چیز مقصدمون، به اصطلاح هدفمون رو باید بدونیم تو این دنیا چرا واسه چی اومدیم و این کمکمون میکنه که به مت واضحمون میکنه، بازمون میکنه، بیشتر بیدارمون میکنه راجع به جایی که باش زندگی میکنیم. منظور از کبالا و هدفش چیه؟ به چه تغییری تو زندگی شما کرده؟ سلام. מה שקבלה נתן לי בעצם בחיים, זה בעצם נתן לי את כל החיים, הקבלה. אבל מה שקבלה נתן לי פה בבני ברוך, זה ההבנה של מימוש את חוכמת הקבלה. עד לפני שהגעתי לחוכמת, עד שהגעתי לבני ברוך, הרבה למדתי קבלה ולא ידעתי את הפירושים של הדברים. וכל העניין של הקבלה זה בעצם בתוך החיבור של בני האדם. אם בתוך החיבור שלנו שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו יכולים הכל להפוך לטוב. וזה במילה אחת, במיוחד לאנשים הפרסים, במיוחד לכל בני האדם, מסר אחד, לא כל אחד צריך להתיישב היום על הספסלים או לעשות שינויים דרסטיים בחיים שלהם, להישאר איך שהם ולרצות רק דבר אחד, ליהנות מהחיים רק בצורה של החיבור. כי שם אפשר לגלות את האמת, את הטוב ואת העונג. שוב, לא לשנות שום דבר, להמשיך ליהנות דרך החיבור. ואת זה אפשר לשמוע בצורה טובה בבני ברוך. לא דרך לימוד, בצורה טובה. מה מדינת אמרת קבלה? ברמות עוזי קבלה היא ראייה ברוי גושייש בוהרן אמרוס. بحرانی که امروز وجود داره در دنیا باعث افسردگی، باعث ناراحتی، باعث جنب و جوش بیشتر از اندازه برای مردم، باعث پوچ بودن خالی تو زندگی میشه و کبالا یه راهیه که به ما نشون میده این پوچی و این افسردگی رو از خودمون دور کنیم و به خودمون میقبولونیم که زندگی این به این سختی که فکر میکنیم نیست. زندگی خیلی قشنگتر و آسونتره موقعی که با دوستانمون
در ارتباط هستیم، یک قلب هستیم و همدیگر رو به چشم یک نفری نگاه میکنیم. مثل اون شعری که میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند، این به ما نشون میده که ما واقعا از یک جا اومدیم و از یک پیکر هستیم. همه ما از یک نشان ما اومدیم. به اینطوری باید به همدیگه دوباره رفت پیدا کنیم، به همدیگه وصل بشیم تا نور خدا بهمون بیاد و بتونیم زندگی ساده و قشنگتر و زیباتری داشته باشیم. یه سوالی دارم، میخوام ببینم اگه یه دفعه خوشش نیاد از دومیه، دوست نداره باش دوست باشه، باید چه کار کنه؟ ما باید فکر کنیم که همه ما از یه آدم به وجود اومدیم. این باعث میشه که اون چیزی که در وجود اون هست در وجود منم هست. من اگر این فکر رو بکنم که هر کسی در وجودش اون انسانیت هست و در وجود منم هست، پس دیگه اشکالی نمیمونه برای به هم ربط پیدا کردن. یعنی باید اول آینه قلب خودمون رو ببینیم. نخون. هر جوری که خودمون دیدیم اون طرف هم همون جوری هست. اون طرف هم همینطوره. پس نباید از کسی ایراد بگیریم. ایراد از خودمون رو باید بگیریم. ایراد از خودمونه، بله. هیچ کس نباید نه نگاهی رنگش بکنیم، نه نگاهی اخلاقش بکنیم، نه نگاهی لباس پوشیدنش بکنیم. نگاهی اون چیزی که در وجودش هست نگاه بکنیم. اون با اون که با اون وصل بشیم انگار خودتو دیدی. پس من فکر میکنم باید جنگ درونی باشه، خودمونو درست کنیم، خودمونو اصلاح کنیم. بله، در حقیقت همینطوره، باید خودمونو اصلاح کنیم. وقتی خودمون اصلاح کردیم همه چی به نظرمون درست میاد. یکی از دوستای خوب من آقای یروشلمی هستن که در تلویزیون اسرائیلی هم برنامه اجرا کردن، برامون خیلی مهمه، صحبتاش خیلی برامون عزیزه. اینه که نظرشون رو میخوام در مورد کبالا بپرسم. آقای یروشلمی سلام به تمام رفیقان، به دوستان. معنی کلمه کبالا از قبول کردن میاد، درست همون کلمه‌ای که در عبری هست در فارسی هم هست، قبول کردن زندگی، قبول کردن دوستان، قبول کردن اتفاقاتی که برای من در زندگی رخ میده. چرا این اتفاق برای من اومد، چرا اون اتفاق اومد. درس کبالا به آدم تمام راه ها رو نشون میده به صورت واضح، که بدون آدم ریشه از کجا شروع شده و به کجا خواهد رفت. من شخصا مثلا از روزی که شروع کردم درس کبالا رو یاد بگیرم، برای من و فامیلم یک آزادی به خصوصی در زندگی ما اتفاق افتاده. از خیلی فکرها و خرافاتها و چیزایی که از کوچیکی در خون ما بود آزاد شدیم. ترسایی که بود آزاد شدیم، مثلا جهنم، یا مثلا ترسایی که در ایرانیای اسلام شیعه در خون ما ریخته، اینا همش یواش یواش میاد بیرون. موقعی که اینا میاد بیرون آدم خیلی آزادتر و خوشحالتر میشه، زندگیش براش خیلی سبکتر و واضحتر میشه. آدم میده درست در کجا زیادتر نفوذ بذاره، در کجا زیادتر زحمت بکشه، چی براش مهمه، چی براش مهم نیست. و به خصوص پایش اول از اون آزادیه، دوم در دین اسرائیل خیلی میگن تورات امت. من الان 66 سالمه، در حدودش 40 سال عقب امت گشتم. تورات امت فقط در کبالا پیدا میشه. دوستان عزیز، تماممون یک بهره بزرگی داریم که تمام این به نام تورای اسرائیله. عروس 66 در تلویزیون، همه میدونن به صورت آزاد از این عروس استفاده کنن و هر کس به زودی یک ثمره خوبی از این عروس میبینه و خواهد دید. متشکرم از همیکی. ممنونم از شما. از خانمتون هم خواستم یه سوالی بکنم. میخوام ببینم چه فرقی کرده قبل از کبالا بعد از کبالا. با هم فرق کردی. ما همه فامیل، یعنی بچه ها همه تو کبالا هستن. اصلا فامیل خیلی خوشبختی بیشتر حس میکنیم. همه من رایمون یکی شده. حرف هم دیگر میفهمیم. معنی زندگی،
راستی میشه گفت که خیلی بهمت خوشحالی من میشه. خدا رو شکر. پس اینجوری که معلومه کبالا باید یاد بگیریم، چون جنگ و دعوای زن و شوهر هم خوب میشه. البته دوگمای خوبی میشیم، مدل خوبی میشیم برای بچه ها. به اضافه ببینید، مثلا چند دقیقه پیش هم با رفیقان جا نشسته بودم، من با خانم 7 تا 90 داریم. باور کنید سیستم کبالا یک جور ما رو یاد داده که چجوری با بچه ها بسازیم که همشون رفیق ما هستن، رفیق جونجونی. چجوری مثلا یکی از پایت میگه که هیشتبود سورا، یعنی چی؟ یعنی اگر تا اونجا که میدونی خودتو مساوی کن نسبت به کسی که باش صحبت میکنی. موقعی که مثلا با بچه 2 ساله میشینیم، خودمونو مثل بچه 2 ساله باش میشینیم، رفیقمون میشه. بچه 15 ساله هم همینطور. تورای کبالا یاد میده اصلا چجوری آدم با هر کس که شده در دنیا رفتار بکنه. من خیلی دیدم تو تلویزیون که معلما با خطکش بچه ها رو میزنن که تربیتشون کنن، ولی فقط میخوام بگم این کار رو نکنید. اینجا ده تربیت نیست، بچه ها رو وحشی تر میکنید. بچه رو باید همجوری که گفتن به سن خودشون، در رمای خودشون، در رتبه خودشون باشن صحبت بکنید. چجوری وارد کبالا شدی آبی جان؟ وقتی که شما به جایی میرسید که همه چیزی که تو دنیا دارید، هر چیزی که خواستید هست، ولی یه چیزی تو قلبتون کمه. شما دنبال این میگشتید ولی پیدا نمیشه. هر کاری کردم، رفتم جای دیگه، تو چیزای روحانی هیچ چیزی پیدا نکردم، تا وقتی که رسیدم به کبالا. یه چیزی کبالا چی بود که یه بار بیدار شدید؟ میخوام ببینم چی گفتن. یه چیزی که قلب آدم باز میکنه، بهتون هیچی نمیگن، ولی فقط بسه که شما بگینید، بدونید این کتابا رو بخونید، یه یه چیزی تو قلبتون باز میشه که یه هایی میفهمید که این چیزی که بود که تموم اون وقت، تموم عمرتون دنبالش گشتید. من حتی حرف میزنم حالا یکم احساسی میشم. خیلی ممنون. پس خیلی مهمه که احساس کنیم تا اینکه ببینیم. کبالا یه چیزی احساسیه که فقط باید درک کنیم، که من امیدوارم قسمت همه دوستان بشه این احساس خوبو دریچه ششم بر صورت. چون همیشه میگه 5 تا خوشیم داریم، 5 تا احساس داریم. کسی که به درجه کبالا برسه حس ششمش بیدار میشه. یکی از دوستای عزیزم که یعیر، اونم تو تلویزیون کبالا یاد میده، ازش میخوام بپرسم بخلان مزه کبالا. کبالا بشویلی זה הדרך, זה דרך חיים, לאיך להיות מאושר בחיים האלה, איך להרגיש כל הזמן שאנחנו בכלל, כולנו, כל בני האדם, כל האנושות, כמו משפחה אחת, שיש לנו אבא משותף ושממנו כולנו מגיעים, ואיך אנחנו מתחברים ביחד ומגיעים לאיזון ולהרמוניה בחיים שלנו. זה כל כך פשוט וזה כל כך טבעי, ואני חושב שכל אדם בעולם מרגיש בפנים שמשהו טוב שמחכה לו כל הזמן, כל החיים, זה רק דרך חוכמת הקבלה. אבל אני חושבת שיש הרבה אנשים שקשה להם לתת, וקשה להם להתחבר. איזה טיפ יש לך בשבילהם? ללכת, אולי אני אגיד ככה, כששאלו את אחד המקובלים הגדולים בהיסטוריה, שאלו אותו, מי יכול ללמוד חוכמת הקבלה, להתחבר ולעשות את כל הדברים האלה שאתם מדברים עליהם? אז הוא אמר בצורה מאוד פשוטה, הוא אמר, כל מי שחפץ. זה הכל. זאת אומרת שכל היופי הוא ללכת עם הטבע, עם ההרגשה הטבעית שלנו, שמי שרוצה ומרגיש שיש לו משיכה, ואפילו הקטנה ביותר, כן? להרגיש מה זה הדבר הזה, להתחבר, לתת לאנשים אחרים, ולהרגיש בחזרה איך הדבר הזה פועל, הוא פשוט רק צריך להפעיל את הרצון שלו, וזה הכל. בצורה מאוד פשוטה, לא צריך להיות לא חכם במיוחד, ולא ממשפחה מיוחדת, ולא בדת מסוימת, ולא שום דבר אחר. אבל אם יש לנו כעס פנימי, יש לנו כעס פנימי, איזה דרגה? איך אני יכולה להרגיע את עצמי? צריך לריב איתם, או צריך לעבוד עבודה פנימי? אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה שהכל, שיש כוח אחד במציאות, כוח הבורא, שהוא הדבר היחיד שקיים בטבע. ולכן כל הדברים שאנחנו מרגישים בחיים שלנו, לפעמים כעס, עצב, לפעמים גם אושר,
כל הדברים האלה, הכל מגיע מכוח אחד, מהכוח הזה. ולכן, אם אנחנו יודעים, קודם כל, שזה מגיע מאותו הכוח, אז אנחנו כבר יכולים להבין שלא צריך להתחיל לריב עם עצמי על כל מיני כאלה דברים. מה עשיתי, מה אני, מה פה, מה שם. הכל מגיע מכיוון אחד. יחד עם זאת, צריך ללמוד איך לעבוד עם זה. זה מלמד את חוכמת הקבלה. אם לומדים את חוכמת הקבלה בצורה נכונה, עם המורה הנכון, ועם הספרים הנכונים, ועם האנשים הנכונים, אז באמת באמת אפשר ללמוד איך להתגבר על כל הקשיים שיש לנו בחיים, והם יהיו איתנו הקשיים האלה. אנחנו נרגיש אותם, אבל אנחנו נהיה מעליהם. אנחנו נרגיש שאנחנו חיים בצורה נצחית, שלמה, מעל הדברים האלה. יש לי עוד שאלה, רוצה לדעת איך חבר שלנו נכנס לקבלה, ולמה, ומתי. אני גיליתי את חוכמת הקבלה לפני בערך 10 שנים, כשהייתי בצומת כזאת בחיים שלי, שהתחלתי לחשוב מה אני עושה בכלל עם החיים שלי. האמת היא שכל הזמן, כל השנים, שאלתי את עצמי בכלל, מה זה העולם הזה? מה זה האנשים האלה? מה זה היקום הזה? איפה זה נמצא? איפה זה תפוס בכלל? בשביל מה צריך את כל הדברים האלה? וכל הזמן הדחקתי את השאלה הזאת, עד שהגיע המצב כזה שפתאום כבר לא יכלתי, וחיפשתי ממש תשובה לשאלה הזאת. ואיכשהו הגעתי ככה לחוכמת הקבלה, וזה פתח לי עולם חדש, נפלא, מדהים, שגם דרך אנשים שאני לומד ומכיר אותם, אני כל כך לומד על עצמי המון, וזה דרך מדהימה שאיך שחוכמת הקבלה מחברת בין אנשים, איך היא לומדת לעשות את הקשר הנכון ביניהם, וזה הדבר שהביא אותי. אז מילא אותך. אה? קבלה מילא אותך. מילא אותי, ועדיין ממלא, זאת אומרת, זה היופי שזה מילוי אינסופי, זה לא נגמר. לא כמו מה שאנחנו רגילים בחיים שלנו, שכל פעם רודפים אחרי כל מיני דברים ונגמר, ומה עושים? בחוכמת הקבלה ממש מתחילים ללמוד איך להרגיש את האחרים, איך לחיות דרכם, איך ליהנות מילוי אינסופי, שפשוט רק הולך ונהיה יותר טוב ויותר טוב כל הזמן. יש לי עוד שאלה. מה זה נקודה בלב? אני רוצה שתסביר את זה טוב בשביל האנשים שלא יודעים בכלל. נקודה שבלב זה אותו הרצון הפנימי שיש באדם שמתעורר בו ורוצה בעצם איזשהו מילוי שלא נמצא בעולם הזה. זה נקודה שהיא ריקה ומחפשת מילוי בחיים ולא יכולה לקבל אותה מדברים רגילים שקיימים בעולם שלנו. והנקודה הזאת זה המצפן הפנימי של האדם שמכוון אותו, האמת היא נקודה של כל אדם, היא שייכת לנשמה. לנשמה אחת כללית שכולנו באים ממנה. וכל מה שאנחנו צריכים בסך הכל לעשות זה רק לחבר את הנקודות שבלב שלנו לאותה הנשמה ולחיות באותו מצב שפעם היינו מרגישים מחוברים אחד לשני, כמו משפחה אחת, ככה בדיוק זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אמן שיהיה. אמן. תודה רבה. תודה. איך הגעת לקבלה? אוקיי. אני כל החיים חיפשתי חברים. אני גדלתי בסמרקנד, במקום שיש המון עדות, גם איראנים, גם פרסים, גם אוזבקים, טאג'יקים. תמיד חיפשתי למה אנחנו מפולגים, למה אנחנו מחולקים, למה יש כל מיני שפות שונות, אבל אין אחדות בין האנשים. אז תמיד חיפשתי את זה, אבל את התשובות האלה בעצם חיפשתי גם בדעת, חיפשתי גם במדע, לא מצאתי. בסוף הגעתי לקבלה, הצגתי אותה, מצאתי אותה בשנת 93. אז התחלתי לחקור, ראיתי שזה ממש דבר מיוחד, כי בעצם אם אני רוצה לפתח את הנשמה שלי, בעצם הפיתוח של הנשמה שלי בעצם תלוי בכל האדם שמסובב סביבי. לכן המיוחד בקבלה זה שהוא מאשר לך למצוא השפה משותפת עם כל אחד. היום זה מה שחסר לנו בעצם. לכן כל העמים בינינו, יש שנאה בין העמים, יש פילוג בין העמים וכן הלאה וכן הלאה. פעם לא היה ככה, פעם היינו חיים ביחד, היינו דואגים אחד לשני. בכלל גם התרבות איראני, גם תרבות מוסלמי, תרבות גם בוכרי, הם היו כאיזשהו, איך נקרא, עם אחד, היו דואגים אחד לשני, היו עוזרים אחד לשני, היום זה חסר לנו. אז דווקא בקבלה אפשר לראות גם פה, מ-58 מדינות הגיעו לפה אנשים. יושבים ביחד, אוכלים ביחד, לומדים ביחד, רוקדים ביחד, שמחים ביחד, מדברים בשפה אחת. אפילו בן אדם שלא מבין שפה, אתה מסתכל עליו, הוא כאילו מרגיש אותך בלב.
אין כאלה דברים במשהו אחר, רק פה. אני מקווה שבאמת על ידי החוכמה הזו אנחנו נוכל לאחד את כל האנושות, כולל איראן, כולל ישראל, אין, שלא יהיה שנאה בין אף עולם, אף עם, כי אנחנו אחים. אמן. ארזות שיהיה, דיגי. החלום שלי, האמת, זה פשוט שיפתחו השערים בכל העולם. ההורים שלי הגיעו כמובן מאיראן, שניהם, בשנות ה-50, וכל היום, עד היום, זה המון שנים, שכל יום בערך אני שומעת שהחלום שלהם זה לחזור לאיראן. ואני אומרת שאם אנחנו נפתח את הלבבות, ואם אנחנו נתחבר, בכל מקום, לא משנה איפה, ואני יודעת שהעם האיראני הוא עם שאוהב אדם. ובכל מקום, מה שכולם באמת באמת רוצים זה שלום, ושתהיה שמחה, ושתהיה אהבה. ואם אנחנו נתחבר בינינו, השערים ייפתחו. לא אחמדינג'אד, ולא משנה מי, גם לו יש תפקיד. אם אנחנו נתחבר, הלבבות שלנו יתחברו, השערים ייפתחו. אמן. וזה בטוח גם מה שהעם האיראני רוצה, ועם התה הזה אני אעשה להם לחיים. לחיים. אמן. אינג'ורי כדוס עזיזם גופט, פדר מודרש ישראלן, פדר מודרש נמיתונן ביון איראן, בראשון חיילי סחתה, נראתי פדר מודרש, נראתי חנום שדה, پس میخواد یه جوری باشه که تمام درها باز بشه، قلبها باز بشه، از حال هم خبردار بشیم، همو ببینیم، شما بیاید اسرائیل، ما بریم ایران، با هم در تماس خوبی باشیم، چون هممون برادریم، هممون از ابراهام هستیم، هممون یک خون هستیم، که آرزو میکنم که صلح جهانی بشه و فقط محبت دنیا باشه. شما چند سال وارد کبالا شدید و چی باعث شد که وارد کبالا بشین؟ من اول ببخشید از لهجه فارسی من اینجا به دنیا اومدم. من تقریبا 4 ساله که تو کبالا هستم. اصلا چیزی قبلا که من نظر نداشتم از این موضوع، ولی خانم من وارد کبالا شد و خواهش کرد از من که بهش شریک راهش بشم. اولش قبول نکردم، گفتم به نظر من نیست. دفعه اولی که بود که با خانم من اومدم توی این کنس بزرگ و من که بعد از 2 روزه که اینجا بودم انداخت به گریه، از بس که مردم رو دیدم و شناختم و محبت و فکر تماس و همشون من بغل کردن که باورم نشد. אבל אין זה מורתב ברנמה, מורתב ראה. ראה כי מן תמום מעומרים דומבל שרפתם. כי אדמה היא רס או דורוס או... אז פקר איסו אסטפדנה בשנה זם דיגה. פחת בדן אז חודשון או... יבש יבש כמן אין מוזור עדידם. או שנחתם ומדם תו גרופה תל אביבו. אז הוא מורה כאסלן דחת סמבל ישקע בוקנאו. احساس دیگه ای داریم امروز. ببین موضوع اینه که یه سال پیش من به مامانم نشستم تعریف کردم از موضوع کبله که دارم میرم کبله و گفت کی پلو کی میری؟ گفتم رف پلو رف لایتمن. گفت من میدونی چند سال پیش موضوع رادیو بوده، پا میشدم نصف شب پا میشدم این رف گوش میدادم، من که دیوونه شدم. بعدا که هر دفعه میشینم باید تعریف میکنم از رایمون و از این حرفا، میگه من خواهش میکنم یه روزی که میری راوی تماچ کن، چون این راوی تو را باعث کرده که از این را به اون را عوض شدی، یه آدم دیگه شدی. پس کبالا باعث میشه آدم خودش را عوض کنه به خوبی. آرزو دارم که تمام دنیا این دانش کبالا را یاد بگیرن، چون واقعا به نفعمونه. سلام، خیلی خوشبختم که با شما صحبت میکنم. من خیلی دلم میخواد که همه از این حکمت کبالا بدونن. از وقتی که آدم به دنیا میاد از خودش میپرسه من برای چی به دنیا اومدم، من این دنیا اومدم چی کار بکنم، برای چی اصلا زندگی بکنیم، برای چی این هدفمون چیه، اون موقع است که یه نقطه در قلب آدم
روشن میشه که خوبه این حکمت کبالا را خوب یاد بگیریم که تمام سوال تمام جوابها را به سوالایی که داریم میده. من خیلی خیلی خوشحالم که شما هم در این در زمینه هستید و خیلی خوشحال میشم که این حکمت کبالا را هم شما یاد بگیرید، برای که هر کی که یاد میگیره اصلا دیدن این دنیا را جور دیگه میبینه، از نظر دیگه میبینه و خیلی به آدم کمک میکنه برای زندگی کردن. همیشه خوشحالی و قشنگی زندگی ها میتونید ببینید از راه حکمت کبالا. من فکر کنم که تمام ایرانی ها در تمام دنیا از وقتی که به دنیا میان این حکمت کبالا تو وجودشونه. من یادمه که مادرم همیشه به من میگفت تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد پاز. این یکی از چیزهای مهم کبالا هست که تمام ایرانی ها من فکر کنم که تو وجودشونه، محبت، بخشش، دوست داشتن کسی دیگه، همه چیزی در وجود ما هست. فقط اینا خوبه از طرف کبالا اینا خوبه پرورشش بدیم و همیشه خوبه با هم دیگه باشیم که بتونیم این عشق و این هم بودن رو با هم دیگه نشون بدیم. خیلی متاسفم که فارسی من زیاد خوب نیست و سعی میکنم که بتونم حرفامو بزنم. ما به این نقطه رسیدیم تو این دنیا که میبینیم که دنیا روز به روز داره خرابی تر میشه و تو علم کبالا ما یادمون میده که دنیا هممون به همدیگه رابطه داریم و اگر این رابطه رو بتونیم به همدیگه درست کنیم دنیای بهتر میتونیم ببینیم، دنیایی با محبت به هم دیگه داشته باشه، دنیایی که جنگ نباشه، دنیایی که هر کس فکر کسی دیگه بکنه نه فکر خودشو بکنه. و علم کبالا فقط برای یه دین نیست، برای همه هست. فرق نداره رنگتون چیه، دینتون چیه، از چه کشوری اومدید، از چه سنی هستید، برای همه مهمه. و اگر هممون با همدیگه بتونیم به این علم برسیم میتونیم دنیای بهتری داشته باشیم. خیلی ممنون. الان توی کنس عالمی یا کنفرانس دنیایی هستیم که در حدود 10,000 نفر اومدن و میخوام شما هم ببینین. Thank you.